اول این در واقع خاموشی معابر دلیلش چی؟ این خاموشی دلیل فنی و همینطور دلیل مالی داره. دلیل فنی به این جهت هست که معمولا در زمستان که مشکل گاز نیروگاه ها پیش میاد، به هر حال شبکه برق و مشکلاتی روبرو میشه و تأمین برق مشکل میشه. از سوی دیگه به دلیل فرسوده بودن تجهیزات و شبکه در سالهای اخیر، عملا شبکه برق در حالت عادی هم مشکل داره. دلیل دیگرش موضوعات مالی هست که به هر حال صنعت برق ایران همین الان حدود 50,000 میلیارد تومان کسری داره و از سوی دیگه درآمدهای صنعت برق هم تأمین نمیشه. بخشهایی هم که دولت اعلام کرده که به طور مثال درباره پرداخت قبوز برق تنفس اعلام میکنه، از اون ور این کسری را جبران نمیکنه و پولی به صنعت برق پرداخت نمیشه و عملا بدهی بزرگی داره دولت به صنعت برق و همینطور نیروگاه ها. اینها به هر حال دلایل اصلی هست که باعث میشه که در مقاطعی احساس بشه که باید یک سری صرفه جوهای بشه. خب آقای مهرابی، از صرفه جوی داری صحبت میکنین، همزمان صحبت امکان صادرات برق هم داره مطرح میشه با وجود که این مشکل در پایتخت وجود داره. اتفاقا این بحث صادرات برق هم امسال مشکل پیدا کرده که یکی از دلایلش کرونا هست و احتمال کاهش 50 میلیون دلاری درآمد صادراتی صنعت برق ایران مطرح شده. از اون طرف یکی از مشتریان اصلی برق ایران عراق هست که اون هم قبلا به نوعی اون پول رو پرداخت نمی کرده و هم الان به دلیل مشکلاتی که وجود داره احتمال داره که خیلی کمتر پول صادرات رو پرداخت بکنه و ضرورتا اگر صادرات برق انجام میشه به این معنا نیست که شبکه برق امکان هر اقدامی را در داخل کشور هم داره، چون یکی از مهمترین موضوعات بحث مالی قضیه است. یعنی اگر برقی بنا هست تامین بشه باید پولش هم پرداخت بشه و زمانی که دولت یا دیگر نهادها پول برق رو پرداخت نمی‌کنن، صنعت برق هم درسته که یک بخشی از مجموعه دولت هست ولی عملاً خودکف مستقل هست و باید پول این صنعت تامین بشه تا بتونه. خب این استقلالی که آقای مهرابی شما دارین ازش صحبت می‌کنی ناهماهنگی هم عملاً ایجاد کرده. از یه طرف یه چنین تصمیمی گرفته شده، از این طرف پلیس و شورای شهر و بعضی از مسئولان واکنش نشون دادن، انتقاد کردن. کوتاه لطفاً. ناهماهنگی در واقع در همه جا موضوع پوله، یعنی شهرداری یا پلیس یا هر نهادی که معتقده که این برق باید تامین بشه باید پولش رو پرداخت بکنه. از سوی دیگه شبکه بزرگراهی ایران شبکه بسیار پرمصرفی هست، با یک سری اقدامات میشه این مصرف رو بسیار کاهش داد، اما اون هم مشکل تامین مالی داره. یعنی اگر شورای شهر یا دیگر نهادها میخوان در این باره اقدامی بکنن باید در وهله اول مصرف شبکه بزرگراه ها رو کاهش بدن. بله، ممنونم از توضیحات شما. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین.